سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز و گل وقتتون بخیر باشه. آقا وارد یه ویدیوی به شدت مهم شدیم، خب ولی سعی میکنم کوتاه براتون بگمش. اگه این ویدیو رو دیدید طبیعتا یک قدم به سمت بهتر شدن کنکور خودتون پیش میرید. خود دادیم، من تازه اولا از امتحان برگشتم، امتحان آمار داشتیم و به خاطر همون امروز یه کوچولو دیرتر ویدیو میذارم که سعی میکنم هر روز دیلی ویدیو رو داشته باشیم، هر روز ویدیو رو بذاریم، خلاصه اوکی باشه. بچه ها میخوام 4 تا نکته فوق‌العاده مهم ولی شاید از نظر شما ساده باشه، ولی دوست دارم نظرتو بدونم و راجبش صحبت کنم. ممکنه اینو بشنوی بزنی ویدیو رو قطع کنی بگی بابا چی میگه این، چی میخواد از جونمون، ولی به هر حال یک قدم نزدیک شدن به سمت موفقیت توی کنکورم یه قدم دیگه. ممکنه همون یک قدم چطوره که یک نفر توی کنکور جلو عقب شدنش باعث میشه که مسیر زندگی و آیندت کاملا متفاوت بشه. بعد یه ویدیو نمیتونه روی ذهنت و مغزت تأثیر بذاره که خوب کار کنی؟ چرا که نه؟ مورد اول، کسایی که من خیلی کوتاه میخوام بگم عید رو درس نمیخونن، لطفا گوش کن. عیدو درس نمیخونن. خب داشتیم کسایی که یک هفته عیدو نخوندن، اوکی مشکلی نداره چون قبلش خیلی خوندی، ایراد نداره، عیدو استراحت میکنی، طبیعیه. کسایی که نخوندن دیر شروع کردن مشکل دارن. این که نخونی یک هفته جز دانش آموزای 3-4% قوی باید باشی. مورد بعدی، اگه عیدو نخونی کنکورت صدمه میبینه، بعضیا 13 روز هیچی نمیخونن. مورد دوم، نزدیک عید کم کاری میکنن، میگن بابا عید عشق و حال، چهارشنبه سوریه، چه میدونم پایان سال مدرسه هام کم شده، درس چی؟ این دسته دوم خیلی بیشتر ضرر میکنه تا دسته اول. دسته سوم، وای از منابع اشتباه. وای همین الان شمایی که داری بدون مشاوره درس میخونی و منابع تو از اینترنت رفتی درآوردی، داری 70% اشتباه میزنی. یعنی واقعا خدا به خیر بکنه که تو بتونی به یه درصد مناسب برسی. منبع اشتباه مثل این میمونه که شوماخر که حالا بزرگترین راننده فرمول 1 که جهان بوده اگه اشتباه نکنم، با ماشین بنز یا فراری بوده، بیاری بنشونیش پشت پراید بعد بگی با سرعت 30 تا شروع که حرکت کردن، تو اون شوماخره ای، خیلی خفنی. منابعت اشتباه باشه نخوای برای کنکورت، برای موفقیت و مسیری که میخواد تعیین بشه یکم هزینه بکنی چند میلیون تومن. به نظرم اصلا کنکور رو نخون، جدی میگم اصلا کنکور رو نخون، مگر اینکه منابع درست باشه، برنامه ریزی درست باشه. خب چون خیلی ها هستن، نه به اون کسایی که میرن ماهی چندین میلیون تومن هزینه میکنن برای کنکور، نه به کسایی که هیچی هزینه نمیکنن. خیلی عجیبن واقعا. و منابع تو بشناس، کاری به مشاور گرفتن یا نگرفتن ندارم، منابع تو بشناس. 70% کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن به جز کسایی که با ما برداشتن و حالا کسایی که با مشاورهای دیگه کنکور تجربی، کنکورهای دیگه برداشتن، کسایی که خودشون میخونن معمولا ضرر میکنن. خیلی درصد کمی به وجود میاد که بتونن اون احساس واقعی و مسیر واقعی رو نشونشون بدن. منبع اشتباه مسیر کنکور تو خراب میکنه، پس نکن این کارو. اوکی. مورد بعدی، پارتنر داشتن، دوست دختر داشتن، دوست پسر داشتن در طی کنکوره. ببینید بچه هم اصلا مخالف این نیستم که شما نداشته باشید، خودتو حبس بکن بشین برای کنکور بخون، اینا اصلا حرفای خیلی خوبی نیستش. نمیشه چیزی بگم اینجا، حرفای اصلا خوبی نیستش. میتونی داشته باشی، میتونی نداشته باشی. اگر داری، اگر طرف حمایتت میکنه، اگر حتی علاقه پیدا کردی ولی نگفتی به طرف، برو بهش بگو، چه دختر باشی چه پسر باشی فرقی نمیکنه. اگه نتونی اون حس درونی رو کنترل بکنی یا حتی بیانش بکنی و ابراز بکنی، عملا به نظر من به درد نمیخوره. بهتره که یک، اولا اگه از طرف مقابل، چون موام اینطوره، اولا از طرف مقابل اگه خیلی مطمئنی که حمایتت میکنه، ساپورت روحیت میکنه، درس تو بخونی، باعث انگیزت بشه، مزاحمت نمیشه، چی بهتر از این؟ توی این دوره آدمای خوب خیلی کمن. اگه پیدا کردی بچسب بهش و خودتو جزی از اولویت‌های طرف بکن که کسی زودتر از شما اولویت نشه. اما اگه این جز 1%
اون 99 درصد باقی مونده اگه وارد ارتباط و رابطه بشی در حین کنکور ضربه میخوری، وقتت گرفته میشه، زمانت گرفته میشه، نمیتونی درس بخونی، برنامه ریزیات خراب میشه، حالتهای احساسی مختلف به دست میده. من اینو از به شما گفتم، هم میگم میتونی داشته باشی، هم میگم نمیتونی داشته باشی. اگه خوبه و میبینی آدم خوبیه و توی این جامعه دیگه ازش واقعا خیلی کم مونده، بچسب بهش. میدونی چی بهت میگم؟ بچسب بهش، نه تنها الان بلکه تا 30 سال آینده بچسب بهش. اما اگه میبینی شک داری، نمیشناسیش، هنوز فقط در حد یه چیز ساده است، به نظرم اصلا رابطه رو شروع نکن، چون به کنکورت ممکنه صدمه بزنه. من اینو دارم بهت میگم. و این 4 تا مورد رو از من به خاطر داشته باش، خب این 4 تا مورد، و به کارشون بگیر. ببین من ضرر میکنم یا شما یا اون کسی که اجرا نمیکنه اینا رو. من میگم تویی که داری این ویدیو رو میبینی میری انجام میدی، عیدتو درس میخونی یا عیدتو آزمون میزنی یا عیدتو مرور کامل میکنی، بالاخره داری درس کنکور رو میخونی دیگه بر اساس برنامه ریزی. قبل عیدت هم هستی، اوکیه، میتونی یکی دو روز حالا استراحت داشته باشی، هیچ مشکلی نداره، ولی همچنان مستمر داری درس ها رو میخونی. خب این کار اگه کردی، اون کسی که این کار نکرد ضرر کرد. اگه پارتنر داری اوکی، اگه نداری هم اوکی. اوکی؟ توضیحشو دادم برات. و اگر منابع اشتباهی که کلن اوکی نیست، یعنی یه فکری از الان به حال خودت بکن که تا زمان هست بتونی یه کاری رو انجام بدی. یه چند نفر از بچه ها پرسیده بودن برای مشاوره 1404 که مشاورمون انشالله از فروردین ماه شروع میشه، میتونید ثبت نام خودتون رو انجام بدید برای رشته های تجربی و رشته های زبان. و تجربی در حد 3 نفر یا 4 نفر پذیرش میکنن، ولی زبان دیگه انشالله خیلی تعداد بالا و خیلی زیاد، یعنی شاید 2 برابر این چیزی که الان هست پذیرش بکنیم، چون یکم کار رو دارم گسترش میدم و امکانات ویژه تری رو فراهم میکنم، کار رو دارم بهبود میدم، هم از لحاظ منابع، هم از لحاظ سرعت پاسخگویی، هم از لحاظ کیفیت، هم از همه لحاظها. و همین خب طبیعتا باعث میشه که شما احساس رضایت رو داشته باشی. چه بسا که الان خیلی از بچه ها با ما مشاوره دارن، با همون دوست هستن، با همون صحبت میکنن، مشکلاتشون رو میگن که بتونیم اون مشکلات رو بزنیم کنار که تأثیر نداشته باشه روی کنکورشون. یعنی مثلا من به عنوان مشاور باید این رو در نظر بگیرم که یک نفر مثلا نمیتونه درس بخونه به خاطر مثلا مشکلی که داره، مثلا طرف ولش کرده رفته، پارتنرش ولش کرده رفته، خب من باید ایده خودم رو بگم، نظر خودم رو بیان کنم، طرف موافقت بکنه و حس و حالش خوب بشه و بره سراغ درسش و کنکور رو قبول بشه و ما هم خوشحال بشیم. اوکی، مرسی از شما دوستای عزیز و گل هم که ویدیو رو نگاه کردید. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و